بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. حالا همه با هم آقا، همینجوری که احتمالاً در جریان هستید، ما امشب داریم میریم کنسرت اندی. خیلی هیجان داریم به خاطر اینکه هیچ کدوممون، من نه علی نه سارا، کنسرت اندی تا حالا نرفتیم و قرار دیگه بترکونیم و برقصیم و کلی خوش بگذره امشب. برای همین، همینجوری که بهتون قول داده بودم چند روز پیش، اومدم که ویدیوی با هم حاضر شوید بگیرم. از اول که میبینید موام که مثل شیره و خودمم که دیگه وضعیتم کاملا مشخصه، توضیح نمیخواد تا اون آخر که دیگه حاضر میشم. فکر کنم اگر اشتباه نکنم آخرین باری که ویدیوی با من حاضر شوید گرفتم داشتیم میرفتیم کنسرت فرزاد فرزین. حالا لینکش هم این بالا میذارم که اگه خواستیم برین اونم نگاه کنیم. انقدر الان من ناآمادم، در این حد ناآمادم که الان بهتون میگم. شما عزیزان من قبل از این که بخواین آرایشتون رو شروع کنین، البته بهتر اینه که مثلا دیروزش، دیشبش، اگه شب دارین حاضر میشین، صبحش، اینا یه خورده فاصله داشته باشه. ولی من چون می‌خواستم حالا تو ویدیو باشه و اینا، این عملیات رو همین اینجا انجام میدم. بهتره که پوستتون مو نداشته باشه و این خیلی به خوابیدن آرایش کمک میکنه. یه دستمال بذارین جلوتون، اینجوری تق تق بزنین که این موش بریزه. مو که نیست، پرز هلوه. و حالا من این قسمت رو میزنم جلو که زودتر برسیم به قسمت حاضر شدن و آرایش و اینا. ولی نه، در مورد اصلاح صورت یه دونه ویدیو دارم کامل که هم راجبه این که اگه بخواین تیغ بزنین یا بند انداختن و این حرفا، کامل توضیح میدم براتون. اونم لینکش رو میذارم که اگه خواستین برین نگاه کنین که چه جوری تیغ بزنین، مثلا چیکار کنین، چرا، آیا مو کلف میشه، نمیشه، همه این سوالا جوابش توی اون ویدیو هست. خب حالا که پوستمو شیف کردم، یه ذره کرم میزنم و میذارم یه ذره حالا هم کرم جذب شه، هم یه خود پوست استراحت کنه. و کرمی هم که دارم میزنم ماجیک کریم شارلت تیلبریه و البته این کرمی نیست که من مثلا هر روز ازش استفاده میکنم، ولی چون تو کارخونه من اون چیزای روتین پوستی خودم که هر روز استفاده میکنم ندارم، دیگه اینو میزنم. اینم کرم خوبیه، این خیلی کرم خوبیه، ولی مثلا برای زیر آرایش یکم اگه پوستتون چرب میشه و میخواین آرایشتون مثلا ساعتهای زیادی بمونه، یکم ممکنه سنگین باشه. ولی حالا دیگه این همینجا روی میزه بود، من همینو میزنم. لباس من یه پیرن ریش ریشیه، خیلی قرداره، بعد یه جاهایش مخمله، حالا عکسشو میذارم ببینید، و یه یقه اسکی اینطوری مثلا کوچولو داره. فکر کنم اگه موامو همجوری فرق وسط کنم، بعد یکم یه فر مثلا خیلی کژوال، یعنی خیلی نه که فرا، همجوری حالت اینطوری کنم، هم مو جمعه از روی یقه اسکی آدم مثلا اونجوری خفه نمی کنه، هم بالاخره اون پشتیه مثلا خبرایی هست به این شکل. حالا البته خیلی بهتر از این، ولی فعلا بذار موامو شروع کنم اون کارو کردن با اوتو، بعد آخر سر حالا اونو میشه تصمیم گرفت. بعد من یه چیز دیگه، هر چیزی که استفاده میکنم، حالا چه این اوتوه، چه لوازم آرایش، چه چیز مو، هر چی استفاده میکنم، همه ی لینکاشو توی کپشن میذارم که اگه خواستین بخرین دیگه لینکش اونجا براتون راحت باشه. من همیشه قبل از اینکه شروع کنم موامو درست کردن، اگه بخوام با اوتو کار کنم، حتما از این اسپری برند اوربی که اسمش هست رویال بلو اوت هیت استایلینگ اسپری، اینو استفاده میکنم. البته هیچ ندی صدا شد، یه دو قطره فقط تهش مونده. این هم هیت پروتکشن داره، یعنی از حرارت محافظت میکنه مو رو، هم خیلی براق و مثلا خوشگل میکنه مو رو، یه برق خیلی خوبی میده به مو آخر سر. ولی نباید خیلی زیاد بزنین ها، میبینید مثلا موهای من قبل بلنده، من بیا تو رو خدا الان وقت تموم شده. بیا حالا دیگه بسته دیگه، در همین حد میزنم به کل موام، اینطوری پخشش میکنم، بعد شروع میکنم با اوتوه مثلا کار کردن. الان ساعت 2:30، خب ما حد اکثر بعد 4:30 از کارخونه بیرون بوده باشیم که بعد بریم خونه، علی حاضر شه، 5 سارا میاد خونمون که را بیفتیم بریم. کنسرت ساعت 8 فکر میکنم، میخوام قبلش بریم اونجا یه غذایی هم بخوریم و اینا. جایی هم که کنسرت هست یه تقریبا 1 ساعتی با ما فاصله داره، خیلی وقت ندارم که بخوام مس کنم. شدیدن و قویان به شما پیشنهاد میکنم که
کار با اتو رو اگر بلد نیستین واسه فر کردن با اتوی خاموش همیشه اول تمرین کنین، مطمئن بشین دستتون راه افتاده و بعد شروع کنین مثلا روشنش کنین کار کنین، به خاطر اینکه وگرنه موهاتون رو میسوزونین، یهو موهاتون رو میسوزونین، یهو اگه اون وسط چون من بازی در میگه این چجوری بود این بعد اینوری میرفت یا اونوری میرفت، اتو روشن روی موتونه فکر کن داغ و موتون از همونجا قطع میشه. ببین نگی نگفتم بهت. ببین این الان تا اینجاش خوبه، فقط من جلوی جلوشو آخر سر درست میکنم که حالا آرایشمو بکنم و اینا، چون میخوام کلیپس بزنم نمیخوام خراب شه، ولی الان دیگه در کل موه خوبه. زیادم حالا الان بهش دست و اینا نمیکشم که فرش باز نشه و میریم سراغ آرایش. خیلی اینو داغ نگر میداره، یعنی الان دو ساعت یه ساعت گذشته نمیتونم بخورم. همین درش بسته بود کم مونده دیگه، الان دهنم هم بسوزه. نمیدنجو بریز روی چیز آخه یخ میکنم، بریز روی چیز سریع خونک میشه، میخوای بیارم برم؟ اوه حالا استرس اینم بعد ما بکشیم، اوه میترسم. نه اونقدر بد نیست، مثلا چای داغه. اول با پرایمر شروع میکنم، از این پرایمر شیگلم استفاده میکنم به خاطر اینکه خیلی پرایمر خوبیه، هم منافذم رو میپوشونه و صاف میکنه و اینا، هم اینکه باعث میشه آرایشم بیشتر بمونه. ولی کلن این آرایشو من بیشتر میخوام فوکسشو روی چشما نگه دارم به خاطر اینکه مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم که حتما توی سالن و مثلا فلان و اینا باید همه ماسک بزنن، برای همین نمیدونم اصلا جایی باشه که آدم بخواد ماسکشو دراره. حالا مگه اینکه آدم بخواد مثلا عکس بگیره و اینا ماسکو در میاره، ولی در کل فکر کنم کلش الان چقدر منی مسخره میشه هم جیغ بزنیم برقصیم با ماسک. این خیلی پرایمر خوبیه، میبینی قشنگ این منافذ و اینا رو صاف کرد و پوست رو صاف کرد. من یه دونه ویدیوی کامل براش درست کردم که البته خب شیگلم اسپانسر اون ویدیو بود، میتونین برید نگاه کنین، ولی الان که دیگه اسپانسر نیست. هنوزم میگم خیلی پرایمر خوبیه، یه کد تخفیف هم بهم دادن که فکر می‌کنم هنوزم کار میکنه، هست ایت صدف 15% تخفیف میده روی همه چیزاشون. بعد میریم سراغ کرم پودر. برای کرم پودر من میخوام هم پوستم حالت نچرال و خیلی مات نداشته باشه، هم میخوام بدونم که کرم پودر خوب میمونه و مثلا نمیماله به ماسک و این حرفا. از این کرم پودر نارس استفاده میکنم، مدل نچرال رادیانس لانگ وير فاوندیشن و با بیوتی بلندر خیسی که ببین فشارش میدی ازش آب نمیشه، که اونایی که تو اینستاگرام هستن میدونن چه جریاناتی ما داشتیم سر این بیوتی بلندر، که من بگم بابا جان بیوتی بلندر همیشه باید خیس باشه، یعنی شما موقعی که داری از بیوتی بلندر استفاده میکنی برای هر کاری باید خیس باشه، نه باید خوش باشه. کاش میتونستم حالا که دارم حاضر میشم با شما ها آهنگای اندی رو پخش میکردم، هم یه مروری میشد، به هر حال اونجا ما قراره بخونیم و دیدی مثلا آدم سر به زنگا شعر یادش نمیاد و مثلا یه خواننده داره بهت نگاه، به خدا بلدم الان فقط یادم رفته. هم برای اون همین که به هر حال خوشحال میشدیم دوره هم غیر میدادیم اینا، ولی خب به خاطر کپی رایت متاسفانه نمیشه، برای همین شما میتونیم برین آهنگ اندی رو در بکگراند پلی کنیم و این ویدیو رو هم همینجوری نگاه کنیم. برای کانسیلر هم باز از نارز مدل رادیانت کریمی کانسیلر رنگ کاسترد که مدیوم یکه، اگه بخوایم مثلا اونطوری شماره ای بگی، اینم میزنم.
از همینم هم یه کوچولو میزنم بالای پلکم به عنوان پرایمر سایه. خب بعد برای فیکس کردن زیر چشم و روی بینی و روی منافذ از پودر بیک شیرین چسبیده خدا بیوتی استفاده میکنم که رنگی که من میزنم اسمش هست پاوند کیک. این خیلی پودر خوبیه و خیلی همچین قوی و خوب فیکس میکنه آرایش و اینا، خیلی ماته و ترانسلوسنت، یعنی مثلا رنگ نداره. برای همین من اینو با همین بیوتی بلندره قشنگ حسابی ازش برمیدارم و اینو میزنم قشنگ زیر چشمم و روی این منافذ. این هم حسابی فیکس میکنه، باعث میشه که قشنگ این تکون نخوره، مثلا توی چروکا جمع نشه و اون حالت کرمی بودن کانسیلر رو میگیره، خشکش میکنه، هم ماته. واسه همین شما جاهایی از پوستتون که تکسچر داره، مثلا روی منافذ یا مثلا جاهایی که جوش فلان اینا، سعی بکنید که حتما با یه پودر فیکس مات فیکسش کنید. و حالا هر چیزی که به این باقی مونده، فقط یکم که حالا دیگه چیز خاصی هم به این بیوتی بلندر نیست، میزنم روی پلکم که روی پلکم هم خیس نمونه. و برای اینکه این دیگه خیلی ماسک پروف بشه، روی بینی رو من دوبله سوبله چیز میزنم، پودر میزنم. این از این، البته اینجاها رو اضافه هاشو میتکنم میره ها. بعد با یه دونه براش بزرگ و فلافی از این پودر فیکس تاچا، که این پودریه که رنگ نداره ولی مات نیست مثل اون هدا بیوتی، با این میزنم به کل صورتم، به بقیه جاهایی که اون چیزا نداره، اون یکی پودر رو نزده بودم، و بقیه جاها رو فیکس میکنم، چون که نمیخوام همه یه صورتم مات مات باشه. اگه میخواستم همه یه صورتم مات مات باشه، از همه جا به همه جا از همون هدا بیوتی میزدم، ولی به خاطر اینکه میخوام بقیه صورت هم یه برق مثلا خوشگلی هنوز داشته باشه ولی فیکس شه قشنگ، تکون نخوره و مثلا خیس نباشه و اینا، از این پودر بیک تاچا حسابی هم میزنم و اولم اینطوری میزنم، به خاطر اینکه شما وقتی که کرم پودر دارین اولش بهتره که با براش ضربه‌ای بزنین که کرم پودر رو تکون ندید، بعد که قشنگ خوش شد و همه جاش پودری بود، اون وقت میتونید اینطوری پودر رو سر روی پوستتون حرکت بدید. خب حالا از این برانزر شارلت تیلبری استفاده میکنم، اینم یه براش از ریر بیوتی، براش خوبی بوده که دو دفعه ازش استفاده کردم. خب اینم یه کوچولو فقط اینجاهامو، نه که بخوام کانتوری بکنم و خیلی، ولی برای این کمی رنگ بگیره و فلان این حرفا. حالا الان برای کانتور بینی من از این پودر تو فیس استفاده می کنم که چاکلت سولیل هست، به خاطر اینکه رنگش رو مقایسه بکنی با این شارلت تیلبری که زدم. نکن این شارلت تیلبری در مقایسه با این یه خورده توش بیشتر نارنجی داره و برای برانزر بهتره، ولی وقتی میخوام کانتور کنم، کانتور باید رنگش توش توسی بیشتر داشته باشه که رنگ سایه بگیره دیگه، برای همین از این استفاده میکنم. بعد من یه دونم ویدیوی خیلی خوب در مورد کانتور بینی هم دارم، اگه میخواین بدون اونو نگاه کنین، خیلی خوب و کامل قشنگ کانتور بینی رو یاد دادم توش و خیلی به درد بخوره. خب برای رژ گونه من یه دونه پلت دارم از جوه، نمیدونم اگه این پلتشون هنوز باشه برای فروشانه، اگه باشه که براتون لینکشو میذارم، اگه نه رژ گونه های دو تایی دارن که همیناه در واقع، ولی فقط دو تاییه، که خیلی کلا رژ گونه های جوه خیلی خوبن. از این رنگ ادورمی میزنم، این یه رنگیه که به همه نوع مثلا آرایشی میاد، از اون رنگاست که فرقی نمیکنه حالا خیلی آرایشت گرم یا سرد باشه، بخاطر اینکه رنگ نوترالیه و یعنی خنثاییه و به همه مثلا چیزی میاد. من اول یکم از این میزنم به خاطر اینکه میخوام صورتم یه شکلی بگیره و اینا، که بعد میخوام برم سراغ مثلا چشما، ولی بعد آخر آرایش اگه بخوام میتونم یه ذره صورتی مثلا بهش اضافه کنم یا نه یه ذره نارنجی تر بهش اضافه کنم که تنظیم بشه رنگش. فعلا حالا به عنوان یه چیزی که فقط بزنیم خیلی خوبه. ابرو که دیگه نمیخوام ببینین، حوصله‌تون سر میره، بذار برم ابرومو درست کنم برگردم. خب اینم از ابرو، البته دقیقا نمیدونم چرا انقدر یه ها ابرو هم تیره شد،
هی باهاش ور رفتم. همیشه همین کار میکنم. موقع های که مثلا آدم یه جا میخواد بره قشنگ میدونی دیگه، خود توضیح نداره که همیشه یه چیزی مثلا دست آدم در میره. حالا برای سایه به خاطر اینکه لباسم رنگش گلبهیه، ولی گلبهی که رو به خود مثلا گرمیش بیشتره، نارنجیش بیشتره، از این پلت ریر بیوتی استفاده میکنم. خب فقط من اولین بار دارم از این پلت استفاده میکنم، امیدوارم که خوب باشه از این رنگش. خب اینو میزنم کلن روی پلکم اون قسمت پایینش، یعنی خدایا بخیر بگذرون. تقصیر خودم هم هستا. بگو آخه کی برمیداره مثلا وقتی داره میره کنسرتی یه جایی که مثلا میخواد آرایشش خوب بشه، برمیداره چیزا رو تست میکنه، اولین بار استفاده میکنه. به هر حال زودی هم هست، ولی فعلا حالا خوبه. اینو میزنم قشنگ از اول تا آخر پلک. بعد که کامل روی این قسمت پلک زدم، اینو کم کم بلندش میکنم به سمت بالا. میارم تا قشنگ زیر ابرو، چون دیگه اون قسمتیش که حالا به اونجاها میرسه که زیر ابرو دیگه هیچی رو براشه نیست، ولی به فید شدن و محو بودن و قشنگ تر شدن سایه بیشتر کمک کنه. بعد اینجا دوباره اضافه میکنم و دوباره بلندش میکنم به سمت بالا. خب آقا اینم همینجوری همون رنگ رو میزنم. کلن میخوام این آرایش حالت مونوکروم داشته باشه، هم خود آرایش خیلی توی یه تم رنگی باشه، هم بعد به لباس هم که بس میشه اینا همه توی یه تم رنگی باشه. ببین سایه خوبه ها، ولی نمیدونم اگه داریم دقت میکنی یا نه. من اصلا میخوام یکم بزنم مثلا برای زیر چشم، میگه واقعا آدم فقط یه بوب بوب میزنه توی سایه، اول اگه سایه خوب خیلی خوبی باشه بوب میزنی و میزنی درست اون رنگ کامله، ولی اینو من هی مثلا باید بکنم تو این هی بزنم رنگ دست قشنگ خوبه، ولی به نظرم شاید میتونست یه خود پیگمنتش بهتر باشه، این پیگمنت بیشتری داشته باشه. ما دیگه الان با این پلت کارم تموم، به خاطر اینکه من فقط هم یه دونه رنگو ازش میخواستم، ولی الان یه رنگ حالا یه خود قهوه‌ای تر، یه چیز یه خود تیره ترم میخوام. دلم فکر کنم از این پلت نود لایت هدا بیوتیه، این رنگش شاید خوب باشه. میبینید اینم دوباره با همین براش ازش برمیدارم و میزنم ته پلک. جونی نداره، ولی خب حالا بدم نیست، به خاطر اینکه میخوام فقط یه خورده به کشیده شدن پلک کمک کنه، نمیخوام خیلی کلن آرایش چشممو تیره کنم. میبینی؟ بعد کلنم وقتی که شما مثلا یه سایه اون زیر زدی که خیلی ازش زدی، یعنی مثلا هی زیاد زدی، مثلا من که از اون ریبیوچی الان زدم، به هر حال اگه بخوای یه رنگ دیگه روش بزنی اون رنگ کم سخت‌تر خودش رو نشون میده، به خاطر اینکه زیرش عالمه یه سایه دیگه است. خب حالا الان با یه دونه براشه مثلا کوچولو، این یه چیزی که مثلا سرش نازک باشه مثل این، خب این چی بهش بوده تمیزش کنم اول. خب یه رنگ خیلی خیلی تیره، یعنی مثلا دیگه رو به مشکی یا مثلا قهوه‌ای خیلی سوخته برمیدارم و اینم داره. این پلت لورکه و اسمش هست پرو پلت نوا، این پلته و من رنگی که برمیدارم اینه. یه رنگ خیلی قهوهش تیره است، حالا حتی اگه ببینم به اون تیرگی که میخوام نیست با مشکه بغل دستیش قاطیش میکنم و اینو میزنم این ته پلک مثل یه مثلا خط چشم خیلی خیلی محو. Thank you.
همینو با اینکه هیچی بهش نیست یک کم میزنم این قسمت گوشه گوشه، نه که هیچی بهش نیست، منظورم اینه که دیگه هرچی که بهش مونده دوباره نکردمش توی پلت. حالا الان قسمت هیجان انگیز قضیه اینه که من یه رنگ یه خورده براق بزنم روی پلکم، به خاطر اینکه این ریش ریشای لباسم اگه خیلی بهش دقت کنی یه برقی میزنه، ولی اون حالا برقی که اون میزنه سبز، من نمیخوام دیگه نمیخوام همه چیم که یه رنگ بشه، ولی یه چیز براق میخوام روی پلکم بزنم. حالا الان ببین اتفاقا این دقیقا میاد به چیز، این دقیقا یه طرف که نور بهش میخوره گل به هی صورتیه، یه طرف دیگه حالت طلایی سبز اصلا. در نتیجه همینو میزنیم، ولی با انگشت نمیزنم که خیلی دیگه مثلا اینجوری چیزی بشه، با براش میزنم که یه خورده آرومتر بشه. ببین از همین پلت هدا بیوتی این رنگش. بعد این رنگ رو تا مرز این خط چشمم که کشیدم میبرم، فقط وسط پلک نمیزنم. مشکل شد، ولی به نظرم ببینید چی بهترش میکنه، یه خورده از یه اسپری که اگر استفاده کنم این باعث میشه که این، چون دارم با انگشت فشارش نمیدم این نمیچسبه، میترسم بریزه بعدن. یه ذره اسپری کردم به این براشه، با براشه یه ذره برمیدارم که این دیگه قشنگ بچسبه به پلک. نمیخواستم انقدر براق بشه، براشم زیادی خیس شد. مجبورم اون یکی هم یه ذره بیشتر بهش اضافه کنم دیگه، چون اینو نمیشه الان دیگه پاکش کرد. نمیخواستم خیلی اونجوری روی پلکم برق بزنه، ولی حالا دیگه شد دیگه نداره. حالا الان من کاری که میکنم اینه که توی پلکم و بالاشو با مداد میکشم، که چون نمیخوام خط چشمه مثلا اونطوری بکشم، اینجا مشکی بشه. اینم خط چشم هدا بیوتیه که یه سرش مایه است یه سرش مداده، این خیلی خوبه و خوب میمونه و نمیریزه و اینا. بعد چیز میزنیم، هایلایتر، اگه میشه بدون هایلایتر. خب من از این پلت Hourglass اسمش هست Ambient Lighting Edit Universe، خب از این رنگ برمیدارم. این یه رنگیه که شما به همه صورت هم میتونی بزنی، به خاطر اینکه خیلی برق کمی داره، ولی من فقط همین بالای گونه میزنم به خاطر اینکه خیلی طبیعی میکنه همه چیو، کلن اون حالت پودری رو از پوست میگیره. با این که اینم بهتون بگم که این پودر تاچا اصلا حالت پودری کلن به آرایش نمیده، به خاطر اون یه ذره برقی که میزنه باعث میشه که آدم فکر کنه پوست خودش داره همجوری برق میزنه، اصلا اون حالت پودری رو نداره. من چرا این کاری کردم الان؟ چرا برداشتم روی کانتورم هایلایتر زدم؟ میخواستم فقط وسطش بزنم. نجات پیدا کرد. بعد از این هایلایتره، این دیگه براق‌تره یه کوچولو، میزنم فقط جاهایی که هایلایتر میخواد، یه خود مثلا بالاتر رو اینا. میبینی چه پوستیه وای، از هر زاویه نگاه کنی این دختره چی زده به پوستش. حالا فقط برای خالی نبودن عریضه، من حالا که دیگه رفتیم دیگه کل راهو، یه ذرم از این
مثل سایه مایه خیلی اکیلی میمونه از برند وان سایز، منتها اینو من اضافه شو با پشت دستم پاک میکنم. نگاه کن میبینی رنگشو خیلی براقه. اینو یک ذره فقط یک کوچولو میزنم اینجا و با دستم بلندش میکنم در همین حد. میبینی چه فرق کوچولویی ایجاد کرد، ولی باز همین دوتا بوب بوبم توی نور خوشگل خودشو نشون میده. خب اینم از این. من برم ریملمو بزنم، موجمو بذارم، برگردم رژ. آها اینو میخواستم بهتون بگم، وایس بابا مگه میشه بدون اسپری فیکس؟ اسپری فیکس اینجا خیلی نقش مهمی رو ایجاد میکنه. شما هر چقدرم که با پودر پوستتون رو فیکس کنین، اسپری فیکس جای خودشو داره و من از این مال شارلت تیلبری استفاده میکنم که هست ایر براش فلالس ستینگ اسپری. فکر کنم اصلا همین یه دونه اسپری رو داره. بیخودی هم همه زدم. اگر اسپریاتون دو فاز نیست یا روش ننوشته که همش بزنین، اصلا همش نزنین، به خاطر اینکه وقتی هم میزنین این هواها میره این پایین، موقعی که دارین اسپری میکنین اینجور توف توفی میاد. چرا من این کار کردم نمیدونم. چرا میزنی؟ او خراب شد. این شانس رو میبینی؟ چشه با تا دیروز کار میکرد الان یهو یه لیتر الان یهو چته بچه؟ یکی دیگه ندارم از این. اومد چش بود ها، گیر کرده بود، درست شد. خب اسپری فیکس حسابی بزنین، موقعی که زدین حرف نزنین مثل من، صورتتون رو تکون ندین، نخندین، به خاطر اینکه دوباره همه آرایش رو خیس میکنه. هر حرکتی که صورتتون رو بدین کرم پوش همونجا جمع میشه. و از دور بزنید و زیاد بزنید، خب ولی شوره نکنه ها، در یه حدی نزنید که شوره کنه، ولی همه جای صورت قشنگ میبینی همه چیز دیگه دست به دست هم داد و الان اینکه خشک بشه آرایش کامل فیکسه. دیگه همین، من برم موجه بذارم، ریمل بزنم، برگردم. خب اینم از ریمل. میبینید یهو همه چیزی، من فقط یه خط چشم خیلی نازک روی اون چسب موجه زدم، نه اینکه بخوام خط چشم بکشم، ولی در کل به نظرم خوشگل شد. حالا الان من قبل از اینکه روژ بزنم، الان فقط دو تا چیز مونده، یکی روژ مونده بزنم، یکی هم ژل ابرو، ولی چون هنوز جلوی موامو درست نکردم ژل ابرو رو میذارم آخر سر. شاید باورتون نشه با اینکه ما اصلا چشممون آب نمیخورد که کار من سر موقع تموم شه، الان تقریبا 4 تقریبا که نه دقیقاً 4:22 دقیقه است و من میرسیم، یعنی ما که 4:30 بزنیم بیرون از اینجا. موقعی که میخواین جلوی مو رو بکنین، اگه مثلا من از این بیبی هیرا خیلی زیاد دارین، از این مو کوچولوها، از این ته 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 اینجوری اینجوری کنین که اونام بیا تو اوتو، اونا هم با مو یه دست صاف شه. فعلاً وایستا. من خط لب، حالا اصلا فرقی هم نمی کنه که بخوام چه روژی بزنم، توی این مایه ها، یعنی وقتی خیلی نوده کم رنگ میخوام بزنم، از این برند هدا بیوتی رنگ هانی بیج، خیلی رنگ خوبیه، نوده خیلی خوشگله. این خط لبه یه خوبی دیگه که داره اینه که خوش میشه، اول که میخوای بزنی خیلی نرم و کرمیه، ولی بعد خوش میشه، اصلا تکون نمیخوره.
خب آقا این فعلا تا اینجای آرش، جمع کنیم بریم خونه، لباس بپوشیم، روژو تکمیل کنیم، مو رو درست کنیم و به سمت اندیب بزن بریم. دختر تو آفتابم آرایش خوشگله ها، خصوصاً این برق سایه. خب حالا تو ببین که یه نور چقدر فرق ایجاد میکنه تو آرایش. توی کارخونه که نشسته بودم با اون همه نور و دوربین و اینا یه شکلی بود آرایشه، بعد رفتم تو آفتاب یه شکل بود، الان دارم با نوره حالا اینی که تو خونه دارم و با موبایل میگیرم آرایشه یه شکله. خب حالا آقا لباسی که بنده میخوام بپوشم اینه، چقدر غیر داره ببین، یعنی اینطوری کنم خودش دیگه بقیه کار رو انجام میده، نمیخواد من خیلی زحمت بکشم. و الان من لباس رو میپوشم، بعدش ببینیم چه خاکی به سر موهام بریزیم. وای ببین چاق شدم ها، به خاطر اینکه این لباس رو موقع که من خریدم یه خود از الان یه خورده که سرس کنم لاغر... آره دیگه لاغرتر بودم، به خاطر اینکه من اگه یادتون باشه یه مدتی یکم وزن گرفته بودم، بعد دیگه شروع کردم ورزش کردن و فلان، اینو لاغر شدم، اینو خریدم، الان که دوباره ورزش نمی کنم. ای بابا چیکاری افتاده؟ خدا علی اینو میبندی از پشت؟ ببین انقدر چاق شدم قشنگ پیرنه برام تنگه. چقدر قشنگی ولی خیلی باحاله. یادم چیزا میافتم رنگ و رنگ برنامه رنگ و رنگ ست پیش. خب این مو باید تا جایی که میشه جمع شه، حالا اگه اصلا جمم بود بد نمیشد، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این چیزا معلوم میشد، دیگه الان وقت اون نیست. اوکی بذار کفشم بپوشم. این لباسه با بوت هم خیلی خوب میشه، به خاطر اینکه میگم چند بار میخواستم قبلا اینو بپوشم، پروبش کرده بودم با چیزای مختلف، با بوت کرمم خیلی خوب میشه، ولی یه خورده انگار مثلا کژوال تره. این یکی با کفش پاشنه بلند یه خورده مهمونی تره، به همین دلیل بنده اینو. آها بعد این پای منو میبینی این چه برقی میزنه، من از این چیزا زدم، از این میکاپ بدن فنتی زدم، خیلی خوبه باشم پارو یه دست میکنه و فلانو. ای سلام قربونه سرت برم من جوجه. به این شکلم من الان فعلا چه جینگولی بینگولی به خودم آویزون کنم که خدا رو خوش بیاد. این به دلیل اینکه اینم اینطوریه با اینا احتمالا میاد، نظرتون رو بگیم. حاضرشم من؟ آره. این چون دو رنگه میتونم به جای این که دستم کردم یادم بگذین عطر بزنم بذار قبل از این که اینو دستم کنم اون چیزه رو میدی جله رو. او الان همینو میخواستم بگم بذار بزن از اینو بزنم، مال علیه، من هی اینو میپیچونم. بیا علی چیزه، اینم از برند اوربه فایبر گروم الاستیک تکسچر پیست، مثلا واکس مو بود چی بود، یه چیز خیلی چیزیه میبینی؟ اینو باید حسابی اینطوری بمالی، خیلی سفته این چسبونکیه. اصلا اگه موامو همینجوری بل کنن چی میشه؟ موه دیگه تازه به قرم هم کمک میکنه موقع وقت. یه مونی دخترم تشکی یه مون بدتر این تایی داری.
جلوی مو، این از این. الان من کاری که فقط باید بکنم اینه که روژمو بزنم و عکس بزنم و کار ما تمام. آها و یه کار دیگه که میتونم بکنم اینه که از این هایلایتر جوی که اسمش هست مولتن گلو، یه مدتی فقط لیمیتد ادیشن بود، نمیدونم اگه فکر کنم آوردنش دیگه دائمیش کردن فکر کنم. از این میزنم اینجا، میبینی فرق و شما میبینی. و فعلا چون من بادی لوشن به اینجا هم نزدم این درست برقش معلوم نمیشه نمیچسته، ولی اگه زیرش بادی لوشن زده باشی خیلی بهتره. و از یه براشی استفاده کنی که قبلش بهش پودر دیگه این نزده باشی. ولی در کل و دوستان اینجا بزنیم همین از این رژ نارس یه ذره بزنم چون میدونم خوش میشه، ببینم رنگش خوبه یا نه. ولی کلا رژ میخوام خیلی کم رنگ بزنم که نماله به این ور اون ور. آره این رنگش خوبه. خالصه میپوشم روی همه این قضایا. و کیف کارت باکسن هم میخوای کارتشو میخوای برداری؟ بله این QR کد هست البته، ولی حالا گفتم عزیزان من ما میریم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دیگه استوری ها رو امیدوارم دنبال کرده باشین، به خاطر اینکه توی اینستاگرام حتما براتون استوری خواهم گذاشت از کنسرت. و من شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.